نقش زنان در جریان مبارزات سیاسی، اجتماعی و عقیدتی در رژیم ایران از ابتدای انقلاب و به ویژه در سالهای اخیر بدین جهت که نه تنها مقاومت علیه سرکوب بلکه نپذیرفتن بی‌عدالتی بوده بسیار حائز اهمیت است. اکنون نیز زنان زیادی که در زندانهای ایران محبوس هستند به نماد مقاومت تبدیل شدند. از جمله این زنان میتوان به زینب جلالیان، زندان سیاسی کرد اشاره کرد که نزدیک به 15 سال است بدون مرخصی در زندانهای رژیم ایران محبوس و بارها تبعید شده و به دلیل شکنجه با خطر از دست دادن کامل بینایی روبرو است. جلالیان که برای احقاق حقوق اولیه خود چندین بار اعتصاب قضا کرده، در 5 تیر ماه سال جاری از زندان قرچک ورامین به زندان کرمان و در تاریخ 3 مهر به زندان دیزل آباد کرمانشان منتقل شده و در آبان ماه بدون اطلاع قبلی به زندان یزد منتقل شد. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل پیشتر اعلام کرد وی عمدن از انتقال به درمانگاه‌های خارج از زندان برای دریافت مراقبت‌های پزشکی محروم شده است. آتنا دائمی از دیگر زنان شجاعی است که مقاومت به حبسش در سلول انفرادی به مدت 86 روز در سال 93 و اعتصاب قضا و تبعیدش به زندان لاکان رش سبب درخواست فعالان حقوق بشر ایران از مجامع جهانی برای برخورد با رژیم ایران شد. در این بین گلرخ ایرایی به دلیل نوشتن داستانی که هرگز منتشر نشد بازداشت و به 6 سال حبس محکوم شد. وی در سال 97 مدت 81 روز اعتصاب قضا کرد که پس از 50 روز با کاهش چشمگیر وزن و وخامت حال جسمانی به بیمارستان منتقل شد و نهادهای قضایی با تبعید وی به زندان ورامین تلاش کردند مانع از اعتراض و افشاگری‌های وی از شرایط زندان‌های رژیم ایران شوند. در ماه‌های اخیر افشاگری‌های سپید قلیان در وصف وضعیت زندانیان زن در زندان‌های اهواز و بوشهر سندی دردناک از بی‌رحمی در زندان‌های رژیم ایران شد و بازداشتش همراه با ضرب و شتم در روزهای اخیر نشانه خشم مقام‌های ایران از اقدام شجاعانه وی بود. بهار هدایت نیز 3 بار در سال‌های 85، 86 و 87 بازداشت شد، اما دست از مبارزه بر نداشت و مجدداً در سال 88 هم پای خانواده زندانیان جلوی زندان اوین تجمع کرد که بازداشت دوباره اش را در پی داشت. نرگس محمدی هم از سال 89 وضع بد جسمانیش، ضرب و شتم چند باره اش و اظهاراتش درباره آزار جنسی زنان در زندان سبب شد تا او به چهره نمادین برای فعالان مدنی و حقوق بشر ایران تبدیل شود. نسرین ستوده وکیل دادگستری یکی دیگر از زنان محبوس در زندان‌های ایران است که محکومیت 11 ساله اش در زندان سبب نشد که اعتراض به وضعیت دیگر زندانیان را رها کند و همین مقاومت‌ها وی را به صدای بیدار زندان تبدیل کرد.